بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام مجدد دوست داشتم که موضوع دومو خدمتون شروع کنم، لیکن از اونجایی که وقت تنگه و مسیج های شما رو پیام های شما رو لازمه که جواب بدم، بس بهتر اینه که مسیج ها رو جواب بدم. سلام خدمت مزافران، به نام عمر از صلاح زهیر. واقعا خیلی خوشحال شدم بعد این همه سال با هاتون ارتباط برقرار شد و مستقیم سوال پرسیدم. صد من در 89 سالگی افتخار نماز خواندن پوستر جناب مولوی محی‌الدین بلوچستانی را داشتم که خداوند ایشون رو سالم و غانم به وطن بعد از اینکه شرک از بین رفته برگردانه. و بعدش اتفاقاتی در محدود زندگیمون که خودتون میدونید کجا رو میگم افتاد و باعث هجرت اجباری ایشون شد. بله، ایشون از وقتی که در نجف آباد اصفهان با مولانا دوست محمد خدا رحمتش کنه تبعید بودن، من اونجا میدیدمشون، میرفتم میدیدمشون. خیلی جوی احوالشون هستن ولی کاری ازشون بر نمیاد. خواهشم از شما اینه که اگه سخنرانی و هر اطلاعی اسلامشون دارین پخش کنین. نه ایشون سالمان الحمدلله و در کلمه گفتگوش چند روز پیش شنیدیم با آقای احراری، چون پدر و پدر بزرگ هامون که همراهش و کنارش بودن همه از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، و چند تایی از بزرگان اون زمان زنده هستن. امیدوارم پخش کلیپ حالیشون باز خوشحالی شده باشه. من کلیپ ازشون ندارم چون کلیپ من کم ذخیره میکنم. کلیپ که میاد همون لحظه که میاد دیگه رد میشه و یه دوری باشه برای سالهای سیاه و ننگین. خلاصه خیلی خوشحال شدم و امیدوارم سالهای سال همچنین قدرتمند و برقرار باشه. خواهش میکنم پدر بزرگوار همه جوانان امروزه ما هستن. پدر بزرگوار همه جوانان امروزه ما هستید. لطف دارید، خواهش میکنم، چون خودم در حد پدر دوست دارم. از راه دستانو خواهش میکنم خدا حفظتون کنه، سربلند باشین انشاءالله. با سلام خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من عبدالمهدی یا عبدالله تازه هدایت یافته از اهواز به سوی توحید رفته هستم الحمدلله. عبدالمهدی عبدالله تازه هدایت یافته از اهواز به سوی توحید رفته هستم. بعد از اینکه دوستان هیئتی یکی پس از دیگری از دایره مجالس حسینی ناپدید می شدند، کنجکاو شدم که اینان چرا یک دفعه غیبشون زد. پرسجو کردم. اول احوال محمد دوستم را گرفتم. به من گفتند ولش کن، اینان همان خوارج هستند که به خاطر پول و مقام حضرت امیر را فروختند. برعکس خارجی ها مخلص‌ترین مردمان بودند. افکارشون گمراه، به خاطر پول علی را نفروختن، افکارشون گمراه بود، افکارشون خراب بود، علی را تکفیر کردن رضی الله تعالی عنه. و تشیع امروز هم فکر شوم تکفیری خوارج داره و هم روش شوم خودش را که در طول تاریخ خیانته داره. بگذاریم از شرکش، بگذاریم از یعنی
ظلمش به اهل بیت که نام اونها رو خراب کرده. بله به من گفتم ولش کن، اینا همان خوارج هست که به خاطر پول و مقام. اولی اتهام شروع شد، حضرت امیر را فروختن، وهابی شدن. زمان علی اگه می بود امروز، اگه علی امروز می بود، شیعیان به عنوان اولین وهابی اعدامش میکردن. تو هیچ کدوم عقاید شیعیان نداره علی، والا بلا تلا علی پیرو کتاب سنته مثل بقیه مسلمان ها، هیچ عقیده خاصی نداره. حتی ازش پرسیدن شما علم خاصی غیر از دیگران دارین؟ گفت نه من علم خاصی ندارم، جز اینکه که در این چیز یک ورقه نوشته بودند که مثلا اسیر که آزاد میکنی چقدر دیاش باشه و ندارم. بله همشون با خانوادهاشون شروع کردن به سنگ اندازی در راه دوستان محمد و موحدین. رویه دیورخانیشون یعنی چی؟ سبوشت می نوشتیم تاجه نشتم. همشون با خانواده هایشون شروع کردن به سنگ اندازی در راه دوستان محمد و موحدین. رویه دیوار خانیشون سبوشت می نوشتیم تا آخوند محلمان را که در اذیت و آزار دوستان کمک میکرد گرفتن به جرم شیشه، به جرم شیشه با زن سومی مرز شرمچه. این اتفاق ما را تکان داد که عجب، چرا خداوند پشت سر ما را نگرفت و به این وهابی ها کمک کرد. دلخور شدم. تا جایی که همین نماز یه روز بخوان ده روز سینه بزن را هم دیگر نخواندم. یعنی یه روز نماز بخونی ده روز سینه بزنی. بسیار آشفته و خودم را گم کردم، در صورتی که شب با پریشانی و عصبانیت از خودم میخوابیدم، از دست خود و تمام عصبانی هستیم، و صبح با تشنج بیدار میشدم که صورتم خیس عرق با. و چند هفته گذشت نه به پدر و مادرم و یه خواهر عقب افتاده ذهنی سر نمیزدم. خانمم با اصرار که بریم به بابا اینا سر بزنیم، جمعه میریم برای نهار، قبول کردم و سر کار. چون جای اداری و مهم کار میکنم، عصبانیت باعث شد بود که بعد از 12 سال برای اولین بار توبیخ بگیرم. خلاصه رفتیم بر اونها رفتیم برای نهار. آمین می نویسی شما برای نهار، یعنی برای نهار در خانه پدرم تو حیات نشستیم و با پدرم صحبت را شروع کردم. انگار منتظر کسی بودم که استارت مرا بزند. شروع به درد و دل کردن با پدرم کردم. بله پدرم ساکت، هیچ حرفی تا آخر صحبتام نزد. وقتی تمام کردم گفت برات خیلی دعا کردم، چند ماهی سر نماز و غروب و طلوع آفتاب فقط برای هدایت تو دعا کردم. گفتم برای هدایت به چی پدرم؟ گفت خیر انشاءالله، بنشین الان میاد. خب تا در خانه زده شد دیدم محمد و دو نفر از دوستان قدیمی هیئتی اومدن داخل خونه. تعجب و لبهام خوش شده بود. سلام و احوالپرسی را شروع کردم و دوستان شروع به گذاشتن کلیپ های درسی شما استاد. مقطع رد می کردن ولی نمی دانستن که هر مقطعی که رد می کنن یک تک سیاه از وجودم می کنن. راستش استاد اولش یه خورده زورم زد. اولش یه خورده زور زدم ولی بعد از دیدن صحبت های شما نسبت به اهل بیت که چه احترام و عزتی برای اهل بیت قائل هستین، و این جمله شما که آقا اگر گوش عزیزه گوشواره هم عزیزه، خیلی حرف منطقی بود که شنیدم که اهل بیتش خوبن ولی زنانش خاکم بدهن، نه نمیشه، با عقل جو در نمیاد. وقت شما را نگیرم که نقشه خانمم و پدرم مرا به سوی کلاس درس توحید شما کشون و امروز آرامش دارم که برای به دست آوردنش برای شما نزد الله و عافیت و آیه عاقبت بخیری میکنم، دعای عاقبت بخیری میکنم. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا من در شما بپذیره، شهادتین شما رو بپذیره، دعاهای شما رو بپذیره. از خدا من میخوام مثل بقیه هدایت شدگان شما را سرمشق و پیشاهنگ توحید در خانهتون، در محلتون، در شهرتون، در کشورتون بگرداند.
و این کشور اینطوری آباد خواهد شد. اگه بخواید ایران رو آباد کنید، دوباره گلستانش کنید، از این خرابستان، از این زنده بگوری، ملتی را زنده بگور کرده اند، ملت را گریان کرده اند، از این حالتی در بیارید که هیچ ملتی در جهان به این وضع اسفبار نیست، نه انظر دینی نه انظر دنیوی. راهش همینه، صلح با خدا، رفتن به سوی خدا، تاریخ درست فهمیدن، دین درست فهمیدن، راه درستش همینه. و این راه در این 500 سال سیاحت فرصت پیش نیامده که تجربه بشه. خداوند دستان رو بگیرد و دست همه هدایت شدگان رو بگیرد. اگر تونستید این مطلب و طور که من متوجهم شما خودتون از احوازید، همین مطلب به عربی هم برام بنویسید که متشکر میشم، تا هم عربیشو پخش کنم هم فارسیشو. آقای عبدالله هدایت شده. استاد خیلی خوب شد که زمان شیخ بن باز شما اقامت عربستان نگرفتیم، و اگر ندیدن شما محروم میشیم. نه برعکس، ولی خب همیشه تقدیر اونه که خدا درو مقدر کرده، اون بهترین چیزه، دقت میکنی؟ این شکی نیست. لیکن اگه اون موقع اقامت میگرفتم دیگه، اگره آدم نمیدونه چی میشه، لیکن نیت بر این بود که چون من از روز اولی که از ایران آمدم بیرون فکرم رادیو زدن و تلویزیون زدن بود. حتی در داخل کشور هم یه حرفا رو میزدن. دوستان هم میگن شما هم موقع در داخل هم یه حرفا رو میزدید. ولی دیگه زندگی جنگ است. جان و بحر جنگ آماده شو. دوستی که نفشی حسبی الله و نعم الوکیل، خدا مشکل شما را آسان کنه. کلیپ آموزنده ننوشتی خب چیه؟ آموزنده که بله، ولی چه هست؟ آره. عجیبه ولی این کلیپ واقعا آموزنده. این قبلا هم گذاشتم ولی ارزش داره. ترك الصلاة أمر خطير. أنا أحاول ترى في الدرس من يوم بدأت أني أبشر ولا أنفذ، ولا ودي بأي عبارة تنفذ أبنائي وبناتي ومن يشاهدون وأنتم أيها الفضلاء، لكن أقول موضوع الصلاة موضوع خطير، خط أحمر. يعني الذي لا يصلي، باختصار الصلاة عمود الإسلام، اللي ما يصليها بدأ العمود. أنت لو دخلت بيت واحد واكتسرت القزازة بيقول يا أخي عيب، بس يمكن يمشيها لك. لو تشخبط في الدبان يا اخي عيب، بس مش لكن جيت تكسر العندان يقول لك مهبوط قلت تذبحنا. الذي يترك الصلاه كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمه. الذي لا يصلي الله لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه. اين الذين لا يصلون؟ وش علاقتهم بالله؟ تدرون ان اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صله، في حبل بينك وبين ربك. الذي لا يصلي، يا شباب يا بنات، ترك الصلاه امر خطير. انا احاول ترى في الدرس من يوم بدات اني ابشر ولا انفذ، ولا ودي باي عباره تنفذ ابنائي وبناتي ومن يشاهدون وانتم ايها الفضلاء. بچه قنداقی برادر تاجیک، اون جریان سلمان و تاجیک این
شد که انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به دوازدهمین امام حضرت عیسی، اونم داده بود به داده بود همش دروغ داده بود داده بود چه داده بود؟ امام زمان هست در نقطه از نجف و کوفه در یک جایی جایی در یک پوست بزرگ بزرگ وحشی به نام بوت وحشی تفکر یهودی و تفکر شیعی همیشه دنبال یه گم شده ایه. مردم هزار سال سرگردان کردن به خاطر یه گم شده که خودشون کاشتنش، دروغی بیشی هم نیست و از تکرار شرم هم نمی کنن. انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر، 74 کتاب که البته من دارم اینها رو پارسی شده. هیچی، قرآن همه اینا نسخ کرده، 74 کتاب هم نیست، دروغ نگو. قرآن کتاب ما قبل رو نسخ کرده، تمام شده رفته و کتاب قبلی هم تازه به توحید دعوت کردن، نه به شرک شما. ابریشو داریم، خیریانشو داریم، از انبیای سابق الان در همین زمان خودمون ما در اختیار چند تا کتاب داریم؟ 74 تا. از اونها بعضی ها مال حواریونه، مثل مکاشفه یوحنا، اینو داشته باشید. این انبیا هر چی داشتن رسید به غلط نکن، پیغمبر اسلام سواد خوندن نوشتن نداشت، بی عقل. پیغمبر خود اسلام به صریح قرآن خوندن نوشتن بلد نبوده، چطوری رسید به پیغمبر اسلام؟ چه دروغ میگید پیرمرد دروغگو؟ خدا من زباناتون رو لال کنه با این دروغهاتون، خجالت نمیکشید؟ پیغمبر اسلام یک کتاب ارث نبرده، کتابی که براش نازل شده قرآن و بس. همچنان که خودش میفرماد اگر عیسی می بود یا موسی می بود جز ایمان آوردن به او راه دیگری نداشتند. خضر هم یه خرافه، خضر یه خرافه بیش نیست، خضر بوده تمام شده رفته، لیکن امام زمانی که شما درست کردید یه دروغ محضه. بیت حضرت آدم مسجد کوفه، بیت شیخ، بیت ادریس، بیت نوح، دجالان زمان، ابراهیم، حضرت امام زمان هم با حضرت خضر اونجا میان، اسناد نبوت اونجاست. آره اسناد نبوت، قرآن نخونید، قرآن مسلمان ها رو بدیم به هپرود که اسناد نبوت اونجاست. اسناد به کمرت بخوره چی درد میخوره؟ آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا حق علی بیده، هادا املاء رسول الله من خلق فیه و حق علی بیده، آن چی در اختیار منه همش دروغ. آقا اینو قطع کردن، چرا این که چرا کلک بازی کردید آقای برادر تاجیک؟ این کلیپ خوبیش در رد در اون حاشیه بود که بعدن آقای حسینی میگه. چرا خداوند مرگ را قبل از سر ذکر کرده؟ برای که همیشه در زندگیمون باشه، همیشه جلو چشممون باشه. این یک، بعد ما نیست بوده ایم هست شدیم، اون نیستی یک مرگه. سلام،
هر مسلمان دعوتگری که قدم در راه دعوت گذاشت منتظر سختی ها و مشکلات باشد. هیچ شکی در این نیست که به سراغش میاد، ولی این سختی ها که در راه الله هست برای شیرین هست، حتی هر اتفاقی براش بیفتد. البته کمر شکنه، بخصوص خیانت دوستان. مثال دعوتگر مسلمان مثال یک کشاورز زحمت کشی است و زحمت های زیادی میکشد. برای کشاورزی سختی های زیادی رو میبیند و این سختی ها هم به نفع جامعه است و هم به نفع خودش. بعد از این کشاورزیش ثمردار، سختی ها از بین میرود و خودش خوشحال و راضی است و میگوید کاش که بیشتر زحمت میکشیدم تا حاصل بیشتری رو به دست میآوردم. این انشاءالله وقتی که انسان به بهشت برسه. و یک دعوتگر هم همین است که با دعوتی که شروع کرد سختی های زیادی رو میبیند، ولی این سختی ها هم به نفع جامعه و مردم است و هم به نفع خودش است، زیرا که آنها رو از غفلت بیدار میکند و به طرف الله دعوت میدهد. حاصل دعوت و سختی هایی کشیده است را در آخرت که میبیند تمام سختی های دنیا را فراموش میکند. هیچ شکی نیست و میگوید کاش من در دنیا بیشتر تلاش کوشش میکردم. نه دعوتگر، همه صالحان و نیکان اونجا همین کاش رو میگن. اونی که مریض بوده میگه کاش من بیشتر مریض میشدم، اون وقتی اجر اونجا رو میبینه. اینی که سختی دیده، هر کسی، هر مسلمانی که به آخرت معتقد باشه، به خدا و رسول معتقد باشه، ولیکن انسان آرزوی بدی نکنه. پیامبر میگه که طلب جنگ نکنید، آرزوی جنگ نکنید، وقتی آمد ایستادگی کنید. و از سؤالی دویمه که داشتم در مورد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضرت مولانا صاحب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سؤالی داشتم در خدمت شما، حکمی ریش از نگاه اسلام چیست و طبق مذاهب اربعه و طبق دیدگاه شیخ الاسلام مولانا ابن تیمیه بیان میکردید ممنون و متشکر میشدم. ریش واجبه، قول راجح اینه که ریش واجبه. سؤالی دویمه که داشت، اجازه بدین اول در مورد السلام علیکم، ریش نگه داشتن به قول جمهور، اگرچه اقوال مختلفی درش هست، لیکن راجح اینه که ریش نگه داشتن واجبه. برکه صریح حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که ریش ها را نگه دارید و سبیل ها را کوتاه کنید و با مجوس مخالفت کنید، گویا که اون زمان مجوسیان سبیل هاشون رو بلند میکردن و سنت هم اینه که تا لبه گرفته بشه. این سوال اولتون. در مغازه کار کردن درست است که در آنجا در روسیه به مردم گوشت خوب تعمین میکنیم، یعنی اینکه ما تنها گوشت خوب را بر میکشیم و اشتراک‌کار میگوین و یا همان کارت رمز را به آنها میدهیم، تنها آنها رفته در همون کسه، یعنی همون جایی که پول پرداخت میکنن، آنها نشان میدهند و پول پرداخت میکنن. ما تنها اینجا را برای گوشت خوب آماده میکنیم، یعنی تازه میکنیم، آماده باش قرار میدهیم و گوشت خوب را آماده میکنیم و به مردم گوشت خوب توزیع میکنیم، مردم روس، یعنی بین نصارا. از نگاه شرعی چه حکم دارد؟ نظر بنده یعنی کار درستی نیست، در شخصی بنده یعنی کار درستی نیست. و من یتقی الله یجله مخرجا، اگرچه هیئت اروپایی، هیئت فتوا در اروپا اجازه این در غیر دولت های اسلامی این اجازه رو داده، لیکن نظر بنده یعنی کار درستی نیست. آقای سلطان سلیم، رهبر خامنه ای امام رضا، حضرت مهدی اروپایی یا وحشی؟ یعنی چی؟ رهبر خامنه ای امام رضا، متوجه نشدم. مادر امام رضا یکی از ما ایشون مارسیاس اهل حضرت رضا فرمان مادر فرانسوی هم این امامت اینا درست کردند که به همه چی به چسبانونش. امام رضا مادرش فرانسویه، یعنی میخوان ارتباطشون با فرانسه خوب باشه. نمیدونم امام زمان مادرش نرگس خانمه، میخوان با نمیدونم با کی خوب باشن و هاکذا. برای که کل امامت یه مسخره،
درستش کردند که شیعه را با امامت مسخره بکنند. اگرچه خود آن ائمه بزرگوار از بهترین افراد دنیا بودند، لیکن هیچ ربطی به اینا ندارند. همچنان که حضرت عیسی علیه السلام هیچ ربطی به عیسی پرستان نداره، یک مسلمان موحده. یادن فرانسویه مسلمان ده. اینکه ایشون مادرش اروپایی دیگه، مادر حضرت مهدی جناب نرجس میدونی اسمشون هم که ملیکه ملیکا بود. دروغ، همش دروغ. مادرش فرزندی نداشته ملک ملیکا باشه؟ با این دروغ مردم آقا همی امام زمان رو بردارید، از این دیگه اختلاف شیعه و سنی نخواهد بود. اگر چون این چیزی می بود که عمود دین می بود، همه دین دنیا برش مرتبط می بود، قرآن بشه صراحتان ذکر می کرد. نرگس گفتن، چون نرگس اسم طبقات برده و کنیز بود، اسم مستعار گذاشتن که اینا نفهمن که ایشون جزو خانواده های مطرح و بزرگ امپراتوری رومه. نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هن. اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینا هن. اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشت. خب امام زمان که از اینا از همه اینا وحشی تره. امام زمان که دو سوم امام زمان شما درست کردید، دو سوم بشر رو میکشه، خانه پیغمبر رو خراب میکنه، هم به همسر پیغمبر هم رحم نمیکنه. اون که خیلی وحشی تره که هنوزم در اینها هست. بله. به چه این بازی ها بیاید حقیقت رو مردم بگی. الشيعه الان قصد الشيعه مو هذا المصطلح اللي في ارض الخليقه انه شيعه على ابن ابي طالب، لا، الشيعه من شايعه النبي، هذول الشيعه. ما عندنا ما شاء الله. اه این که ترجمه شده نیست که شما حاشیه محمدی پس چرا اسمش شیعه میذاری؟ اسلام بذاری تمام شده رفت دیگه، شیعه سنی رو بذاری کنار. امام آخوند قرائتی امام علی میفرماد نماز تراوی حرام است. آیاتی در قرآن داریم میگه دعهم ذرهم، رهاشون کن. خب چرا خودش میخوان؟ چرا خودش نماز تراوی میخوان؟ نماز تراوی حرامه. اون موقع نماز زیغه واجبه. این نماز تراویح را حضرت علی فرمود حرامه. یه عده داد بیداد که من میگم حرامه. سوالی سواران داریم میگه دلیلش چیه؟ دلیلش گفته حرامه. کجا؟ چه دروغ میگید آخوند یعنی دروغگو؟ مونگه اونجا که قرآن میگه ده هم که رابطه به این نداره که زرخم. اما گوی دادگاه انقلاب ده هم با زرخم نمیشناسه و دو شهروند اهل سنت به نامهای عبدالحی و سعید آرامش رو به دلیل برگزاری نماز تراویح در ماه رمضان گذشته در شهرستان جاز مجموعاً به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده. بفرمایید. این دو شهروند اهل سنت بیشتر در سال 97 در شهرستان جاز بازداشت و 6 ماه بعد با بدیله 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بفرمایید. در دور به اونها اتهامی بجز برگزاری نماز تراویح ذکر نشده. نماز تراویح نمازیه که اهل سنت به صورت جماعت در ماه رمضان میخونند. گرچه برگزاری این نماز در میان اهل سنت کشورمون مثل سایر کشورهای دنیا مرسومه، اما مشخص نیست چرا نیروهای امنیتی در سال اخیر نسبت به اون در بعضی نقاط برخورد امنیتی داشتند. برای اونجا حتما اقلیت هند اهل سنت، یواش یواش میخواد ممنوعش کنن. مجری از ابتدا قصد برکنید یا نصیحت شاه را داشتید. آخوند خزالی ماست، اول قصدمان نابودی شاه بود. این که از اون این آخونده خودش از اون زنجیری ها بود. آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید؟ نه، مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که مهربان شاه برن. من قصدم از اول
نابود نشود. چون این مرد ناجور آمد بخون گفت مدوری مفخری گذشته است. هزار سال از فکر اینا تکان نخورید. از شما ها خیلی بهتر بود. از شما دجالان خیلی بهتر بود. تماس قاسم سلیمانی با خامنه انیمیشن تنز. آزما آقا جون بیدار شو. منم آزما زیدن ربر اردن با باشه دیگه. ها چی شده؟ فتنه شده؟ اختشاشه؟ کی رو جر دادن؟ کجا رو آتیش دادن؟ بابا منم قاسمت، قاسم پاره پاره. ای جانم قاسم تویی؟ میرزا قاسمی کی بودی تو؟ کجایی هیولا؟ تو مگه نترکیدی؟ ای بابا دست رو دلم نذار، اینجا هر روز دارم میترکم، ترک پارتی اینجا. قاسم نمیدونی چه مراسمی برات گرفتی؟ خفه بمیر بابا، چنگیز و هیتلر هر روز دارن مسخرم میکنن، میگن تنها کسی که تو تاریخ برای انتقامش یک دشمن کشته نشد ولی 70 تا خودی کشته شد، اونم از هواپیمای اوکراینی و گلابکاری حاجی‌زاده. ای بابا قاسم جان این چیزا پیش میاد، خطای انسانی بود. جلو قاسم و ملک بازی، اینجا که نماز جمعه نیست برای ما میبندی. راستی چی بود هی میگفتی جنگ نمیشه جنگ نمیشه و دشمنیش غلطی نمیشه بکنه؟ خرمون کردی؟ ما به حساب همین حرف بیخیال همین طوری اومدیم عراق. آخه احمد من این حرفا رو برای گاوکوساله های ریزشی سپاه و بسیج گفتم که روحیه بگیرن، تو چرا باورت شد؟ آره عربا احمد، حالا از اینا گذشته، این یابو علفی کیه که گذشتیش جای ما؟ تریپش مثل اورانگوتانه. ندارم قاسم جان چیکار کنم، ندارم، من دیگه بی قاسم شدم. کجایی که ببینی عراقم داره میره، لبنانم داره میره، همه جام داره میره. خودتم باید راهی شیازی، بیا اینجا با امام سه نفری تو جیگرکی کار میکنیم. جیگرکی؟ بیزنس جدید رو انداختی؟ جیگر سیخ میزنی؟ نه بابا، ما رو سیخ میزنن. ای وای ای بابا، تو هم که همش آبغوره میگیری. اومدیم خونه عزما دلمون واشه، عزما پوکید دلمون پوسید. بخواب با ما هم بریم ببینیم چه خاکی با تو سرمون بریزیم. بله دست شما درد نکنه. آقای پنجاه و نه ثانیه با دقت بخونید، زیباست. ببینیم الان آقای امیر هرمزگانی. دنگ پنگ چرا این همه؟ بدون دنگ پنگ مگه نمیشد؟ سلام و عرض ادب احترام خدمت پدری دیرسوز مهربان، خواهش میکنم. علیکم سلام تولا. من از دیشب به لیست شما پیوستم ولی سالهاست میشناسمتون. یه چیزی رو دلم مونده بود که حیف میشه اگه نگم. استاد من از گاهی ماهواره نصب میکنم، این هفته اکثران رو روی آسات بودن، هرچی نصب کردم
اما خیلی واسم جالبه، به خدا به قرآن، به محض اینکه میزنم تنظیم اتوماتیک جستجو کردم فرکانس، بعد از چین بعد از چند لحظه اولین کانالی که میاد بالای شبکه مقدس توحید خواستم اعلام کنم تا شرک زده ها از قدرت و هیبت خدا متوجه بشن و بدونن که خدا با ماست. خدا بهتون توفیق بده و در اجر دعوت شریکتون بکنه و هر کسی که به این دین به هر نحوی خدمت میکنه خدا دستشو بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بزرگوار، آیا برنامه زنده شما از طریق اینترنت پخش می شود یا نه؟ یعنی که از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک، از طریق کدام شبکه به طور زنده پخش می شود و یا اینکه نه؟ لطفا پاسخ می دادید. چرا اینترنت پخش میشه؟ از راه اینترنت توحید دوتا لایو بزنید پخش میشه و این نامه هایی که من براتون میفرستم الان شما در لیست من نیستید، ولی اونه که در لیست هم هستند براشون میرسه همیشه. یه اسم مستعار بدی شما تا من شما رو در لیست خودم بذارم، بعد براتون میفرستم انشاءالله. اجازه بدین شاید الان هم بتونم بفرستم. یک لحظه. بله الان نه اینجا نیست، مثل الان پیدا کردم. آدرس پخش اینترنتی. خب براتون فرستادم. پاسخو میخوام از طریق واتساپ جناب استاد، لطفا براتون فرستادم. از راه واتساپ براتون فرستادم. سلام. علیکم سلام. استاد گم حکم قرآن خوندن و دختران و زنان پیش استاد مرد و نامحرم را یادگیری تجوید را اتقادان چی درست نیست؟ بهترینه که با زن باشه، چون دوره اکادمی کلمه هستم و استاد مرد هست و از راه دور مشکلی نیست انشاءالله و از اون مدها و قواعد دیگه رو میرسم و اگر رعایت نکنی نمره کم میکنم. حکم شریعتی است، چون اگه اشتباه نکنم صدای زن هم عورت است. نه، صدای زن عورت نیست، صدای عادی زن عورت، اگر درش اختلافه لیکن عادی عورت نیست. پیامبر سلام میداد، اونا علیک میگرفتند و برای کس که از طریق سحر دچار مشکل شد دعا کنید، بهش بگین که سوره بقره رو هر روز بخونه در خونش، هر خونی که سوره بقره خونده بشه سحر درش اثر نمی کنه و خودش خداوند شما رو در امتحاناتتون موفق کنه.
تفسیر ازهر و بیان رو نمیدونم، نخوندمش، نمیدونم، نمیشناسمش. طنز شب شعر، خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره، دعوت میکنم از دوست عزیزشو جناب آقای افشین علار، صدای آشنا و شاعر صاحب آوازه روزگار. با نام و یاد امام راحل و طور ارادت به عرض مقام عظما، شعری رو تقدیم میکنم در رسای امام راحل. این همه فن حریفه. امام بی مروت با گریه و آه و اشک بسیار، صبحانه نخورده رفت کنجی، تا صبح نشسته بود بیدار. گفتا که شبانه زهر خوردم، اکنون شدم سوسیس و کالباس، دیدم که حکایت امامم بد جور شبیه حال عظماست. ای والله انفسون آجون، بیت اول رو بخونید، این دو بیت اول رو بخونید. یک روز امام بی مروت با دریه و آه و اشک بسیار، صبحانه نخورده رفت کنجی، تا صبح نشسته بود بیدار. تا صبح چرا؟ تا زور. خب شب خورده بود دیگه، صبح زده بود بالا. شب نگود، یک روز اولم میگی، بعدم میگی صبحانه نخورده. صبحانه نخورده بود دیگه، شب زهر رو زده بود دیگه، تا صبح دل و روده بسش نمونده بود. حالا چه فرقی میکنه صبحانه نخورده باشه، نهار نخورده باشه، شام نخورده باشه، چه فرقی میکنه؟ یعنی صبحانه وقتی شما میگید و میگید یک روز، بنابراین آغاز ماجرا از یک روزه. بله. اگر میگفتید شام نخورده خوب بود تا صبح، اما صبحانه نخورده وقتی میره بیرون کنجی مینشینه، تا صبح دیگه معنی نداره. بابا اسکل، اصل قضیه که این نبود که، اصل قضیه طرف زهر خورده راحل شده، حالا شما گیر دادی که شب خورده، زور خورده، صبح خورده، مثل همین الان داریم زیر تحریم لعه میشیم، بعد شما شب شعر گذاشتی. حالا بعد من بیام بگم چرا شب شعر گذاشتی، صبح شعر نذاشتی، صبح نذاشتی، حالا یکی چطور به؟ ای آن که به ته رسید کارت، در رفته ز شش جهت زوارت. خیلی خوب، روان، پرمغز و مفید، خیلی خوب. عباس آقای احمدی، آقای دکتر عباس احمدی هم از چهره های خوب طنز معاصر هستن. حالا باز نمونه دیگه از شعر طنز هم هست اگر فرصت باشه بخونن، ولی این شعر اول طنز ماست. بنده مولا شدم تا به همه دین بفروشم، دو سه تا پک بزنم عمامه جین بفروشم. بنده مولا شدم تا خزر و ماهی و مان، همه را یک دفعه به روسیه و چین بفروشم. درسته. همچون عظما سر منبر بروم، روزه بخوانم، عین و غین و الف و سین بفروشم. آفرین آفرین. خر عظما که کنون در گل تحریم تپیده، کارم این است که از بحر خرش زین بفروشم. آفرین آفرین. آقا جون اون بیت اول رو بخونی. بنده مولا شدم تا به همه دین بفروشم، دو سه تا پک بزنم. زدم. راست میگی آه، دو سه تا زدم، زدم، گرمم، حالیم نیست، توپ توپم. شما کی زدی؟ این میگم یه کاری کنی سوتی ندیم، هشت نفر آخرش خلاصه یه نکته ای ازت آقا. اینا سوتی نیست که نه. خب به هر حال این نکته ظریفی است، باید جمع ما
خیلی حواسش جمع‌تر باشه. بابا خود مقام عظما حضرت سوته، بعد تو میخوای از ما سوتی بگیری؟ دستون درد نکنه ان شاء الله، خدا صبرتون بده. خب حالا اگه موافق باشید یه خود فضا رو به شعر قنایی متضمن کنیم تا چرت آقا هم متخلخل نشه. اگه حضرت آقا هم عنایت بفرمایند و ضرب رو بگیرن تا ما از ریتم نیفتیم که بسیار بسیار سپاسگزاریم. صدا رو چک کنم حضرت آقای مقام عظما. احسن آماده؟ 1 2 3 سید علی جونی، میدونم خوب میدونی چه بر جام ما رو کشته، مات نگاهه بسیجی و سپاهه زیر آبار مشته. جادین خط چکاراک نمی کنن. خب دوستان رفع زحمت میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. خداوند به هدایت شدگان برکت بده و روز به روز بیش و بیشترشون بکنه و ما و شما ارجمندان برکت بده و روز به روز ما و شما رو همگی به خدا به خودش نزدیکتر کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا What?